سلام بچه های عزیزمون، سلام خانواده های عزیز. داستانی رو که امشب میخوام براتون بخونم و عمو مهدی از گنجینه انتخابای فوق‌العاده‌اش در اختیار من گذاشته، برگرفته ای از یکی از داستانهای قابوسنام است. اسمش هست شیری که نمیخواست سلطان باشه. بر من عجیبه، بریم ببینیم ماجراش چیه. آن شب آسمان جنگل بلوط زیباتر از همیشه بود. ماه مثل یک دایره بزرگ در آسمان می درخشید و هزاران هزار ستاره کنار ماه چشمک می زدن. شیر جوان به تصویر ماه در برکه نگاهی انداخت و نفسی عمیق کشید. شیر مادر کنار لانه نشسته بود و با نگرانی به پسرش نگاه می کرد. انگار که مادرها همیشه نگران بچه‌هاشون. روز قبل شیر بزرگ، سلطان مهربان و شجاع جنگل، به دست شکارچی‌ها کشته شده بود. حالا پسر جوان سلطان باید جانشین او میشد طبیعتا. اما او از قبول چنین مسئولیتی میترسید و هرچی مادرش اصرار میکرد بیفایده بود. نه مادر، من نمیتونم. من به اندازه پدرم قوی و شجاع نیستم. از طرفی وقتی خبر کشته شدن سلطان به شیر بدجنس کوهستان رسید، در چشم برهم زدنی خود را به جنگل رساند. او مدت‌ها قبل به دستور سلطان از جنگل اخراج شده بود و حالا اومده بود تا از خانواده سلطان انتقام بگیره. شیر پیر کوهستان روی تخت سنگی ایستاد و فریاد زد: خوب گوش کنید اهالی جنگل، از امروز من پادشاه شما هستم. با صدای قرش شیر پیر کم کم همه اهالی جنگل دورش جمع شدن و با نگرانی به شیر جوان و مادرش که به اونا نزدیک می شدن نگاه کردن. شیر مادر که از خشم می لرزید دور تخت سنگ چرخی زد و گفت: سلطان این جنگل باید از همه درست کارتر و شجاعتر باشه. همه میدونن که چرا شیر بزرگ سالها قبل تو رو از جنگل بیرون کرده بود. تو نه شجاعی و نه درست کار. شیر پیر پرش بلندی کرد و روبروی شیر جوان ایستاد. پوزخندی زد و گفت: نکنه قرار این بچه سلطان جنگل باشه؟ هر کس میخواد پادشاه بشه اول باید با من مبارزه کنه. رنگ از چهره شیر جوان پرید. شیر پیر نگاه تندی به اون انداخت و نعره زد: آهای بچه، دلت میخواد با من مبارزه کنی؟ شیر جوان از ترس میلرزید، چند قدمی به عقب برداشت. مادرش که خطر رو احساس کرده بود جلوی شیر پیر پرید و فریاد زد: پسرم هنوز جوانه، تا وقتی که بزرگ بشه من جانشین سلطان هستم. چه زن شجاعی بوده. مادرها برای اینن که از ما حمایت کنن، واقعا دوستشون داریم. سکوت برای لحظه ای همه جا رو فرا گرفت. شیر پیر که حسابی عصبانی شده بود نعره‌ای کشید و به طرف شیر مادر حمله کرد. با پنجش روی صورت او خراشی انداخت و گفت: فردا بعد از طلوع آفتاب کنار صخره بزرگ آماده مبارزه باش. و از صخره پایین پرید و به طرف کوهستان رفت. شیر جوان نمیدونست باید چی کار کنه. او نمیتونست بذاره مادرش با اون شیر بجنگه و نه خودش جرأت این کارو داشت. ترس و نگرانی تمام وجودش رو گرفته بود. با خودش گفت: کاش پدرم زنده بود. و سرشو پایین انداخت و راه افتاد. اونقدر راه رفت و فکر کرد که وقتی سرشو بلند کرد نمیتونست باور کنه به دامنه کوه رسیده. ناگهان صدایی در دل کوهستان پیچید. شیر جوان آرام آرام از لای بوته های خشک سرک کشید. در دامنه کوه چیز عجیبی دید. شیر پیر برای خوردن غذا به کفتارها التماس می کرد: کفتار جان،
یه لقمه از اون غذا تو بده به من، قول میدم وقتی سلطان بشم دستور بدم هر روز یه حیوان چاق و چله بیارن تا با هم بخوریم. یکی از کفدارا فریاد زد: سلطان خواب ببینی، برو بینیم دیگه خبری از غذای مفت نیست، و به طرفش حمله کرد و تکه ای از یالشو کند. شیر پیر که حسابی ترسیده بود دومش رو کولش گذاشت و فرار کرد. شیر جوان با دهان باز به رفتارای شیر پیر نگاه می کرد. او این کفتارا رو خوب می شناخت، همین چند روز پیش درس خوبی بهشون داده بود تا دیگه جرأت پیدا نکنن وارد جنگل بشن. شیر جوان با خودش فکر کرد: پس چرا شیر پیر از اونا نترسی؟ از اونا ترسید؟ او که از دیدن این ماجرا احساس قدرت و غرور میکرد، یه دفعه از لای بوته‌ها بیرون پرید. کفتارا تا شیر جوون رو دیدن ترسیدن و پا به فرار گذاشتن. پس اینجا فهمید که اونقدم که خودش فکر میکرد ضعیف نبود، و اونقدم که اون شیر پیر داشت عداشو در میآورد قوی نبود. روز بعد هنوز خورشید از پشت کوه بیرون نیومده بود که همه اهالی جنگل به کنار صخره بزرگ اومدن تا مبارزه شیرا رو تماشا کنن. شیر جوان کنار مادرش ایستاده بود و با ترس و نگرانی به شیر بدجنس پیر نگاه میکرد. با خودش گفت: مادرم نمیتونه با این شیر بجنگه. من باید، اما نه من نمیتونم. شیر مادر با شجاعت چند قدمی جلوتر رفت و مقابل حریفش ایستاد. شیر پیر نعره بلندی کشید و روی دو پا به هوا بلند شد. شیر جوون حالا دیگه میدونست که مادرش نمیتونه از این مبارزه زنده بیرون بیاد. چه وضعیت سختی داشت. پیش خودش فکر کرد: این همون شیریه که از کفدارا شکست خورد. من از اون خیلی قوی ترم، نباید بترسم. و به شیر بدجنس خیره شد. در آخرین لحظه که شیر پیر میخواست به مادرش حمله کنه، ناگهان شیر جوان قرشی کرد و با پرشی بلند روبروی شیر پیر ایستاد. با خود گفت: این پسر خیلی قوی تر از منه، اینجا دیگه جای موندن ما نیست. پا به فرار گذاشت و دیگه هرگز به جنگل باز نگشت. بچه‌ها خیلی قشنگ بود. آدمای بزرگ جهان همشون راجع به مقوله ترس صحبت کردن. از نویسنده‌های بزرگ خودمون گرفته تا آدمای جالبی مثل نلسون ماندلا. نظرشون اینه که گاهی اوقات ما درونمون احساس ضعف میکنیم، ولی باید بهش غلبه کنیم و متوجه باشیم که ما نیروهای نهفته خیلی قوی درونمون داریم که باید بهش باور بیاریم، اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا، تو چشای ترس نگاه کنیم و بهش بگیم که من از پس تو برمیام. هرچی بیشتر راجع به این مقوله تمرین کنیم، دفعه بعد جواب رو محکمتر میتونیم بدیم. پس بنابراین دفعه بعدی که از چیزی ترسیدین، به اون نیروهای درونیتون، به اون کارهای خوبی که کردین، به اون تواناییایی که دارین فکر کنین و سعی کنین اینا رو به رخ خودتون بکشین تا باورتون بشه، و بعد به رخ جهان بکشین. ترس دومشو میذاره رو کولشو میره به همین راحتی. دیدین چه آسون بود؟ خب پس بنابراین بعضی وقتا به ما کمک کنین، بزرگترها یادشون میره نباید بترسن، بهشون یادآوری کنین که نه ترس بابا جان، مامان جان، چیزی نیست. دوستتون داریم خیلی زیاد، چون شما شجاع‌ترین آدمای روی زمینی. مواظب خودتون خیلی باشین. شب بخیر.